ایجاد میشه؟ ابر زلزله عامل میشه. 65 میلیون سال قبل در زمان حاکمیت دایناسورها یک شاب سنگ میه بر خود میکنه زمین، طول از او از جایی که ما ایستادیم تا در دانه پر پشتو تقریبا 9 تا 10 کیلومتر طول رسیده، برخورد میکنه به زمین، یک موج انفجاری ایجاد میکنه، پخش میشه، کل زمین رو میگیره و هر موجودی که تقریبا 3-4 اینچ به بالا قامت از بوده باشه از بین میره. و بعض موجودات نظر به تئوریایی که اخیر ارائه میشه که بتونن با شرایط زیرزمینی، موجوداتی که زیرزمینی بتونن با خود وقت بدن، اونا زنده بودن و دیگه نسل دایناسورها از بین رفته. امپولزی که ایجاد میکنه ابتدا میلیون ها متر مکعب مواد ذوب میکنه، ابتدا یک صوت خیلی قوی پخش میشه، بعضی یک موج حرارت قوی و بعضی گرد و غبار و خاک و تمام مواد به سطح زمین پخش، حتی اکوسیستم در زمین مختل میکنه. ممکنه طی میلیون ها سال دیگه حیات وجود نداشته باشه تا اینکه کم کم زمین خود خود تنه میکنه. اینها در دوره های مختلف جیولوژیکی از زمانی که زمین متولد شده تا به امروز اتفاقات صورت میگیره. حتی مهتابی که امروز به عنوان یک قمر به دور زمین میچرخه، دانشمندا میگن نتیجه برخورد مریخ به زمینه که برخورد از این باعث شده یک توته از خود زمین کنده بشه و اطراف از این بالات حرکت در بیاره. از روی تشابه سنگهای مهتاب به زمین، ساختارهای متشابهی که در زمین و مهتاب وجود داره و با توجه به فاصله نزدیکه که مریخ به زمین داره، اینها استنباط میشه که نتیجه برخورد میده. بنابراین برخورد این چیز به سر سه عامله: سرعت حرکت شاخصن، زاویه حرکت از اون و حجم از اون. اینا سه تا عامل اساسیه که آیا همین کتله قابلیت عبور از جو زمین داره یا نه. یک مثال ساده برای شما میزنم. شبای تابستان اگر به فضای باز استراحت کنیم، میبینید ستاره های دنباله دار. هم ما شما آشنایی باید دیده. ستاره های دنباله دار در واقع این همین شعب سنگ های و سنگ های سرگردان سماویه که میخواید یه بخوره به سطح زمین. سطح زمین مقابل از اون در لایه سوم که تروپوسفیر، استراتوسفیر و مزوسفیر باشه. در لایه مزوسفیر یک هوای فشرده مقابل ایجاد میکنه، این سنگ ذوب میشه، بخار میشه، یک دود سفید رنگ از خود پخش میکنه که شما از پایین به عنوان ستاره دنباله دار اور میشناسید. خداوند هم میگه در جلالو دوران کنیم و جهان از سما سقف هم محفوظ ها. ما آسمان سقف محفوظ یا حفاظ یا یک لایه حفاظتی در کنار از این که ده ها مورد دیگه ایمار داره محافظت میکنه، از اشعاعات خورشیدی، از جریانات خورشیدی، از هوای طوفان های گرم خورشیدی و ده ها مورد دیگه. یکی از ما از این موارد اینه که روزانه، یعنی از دیشب تا به امشب 24 تن شاب مواد سرگردان آمده که بیا خارج زمین، ولی این همین جو ما استراحتیم، هیچ چیزی توجه نمی کنیم، اینا دفع می کنم نمی گذاره بیه. این به عنوان چهارمین عامل میتونه که در زمین زلزله های خطرناک ایجاد کنه، حتی زمین تکان بده از محور از اون که میتونه کل حیات بشریت چی کنه از بین ببره. سراغ بعدی و